سلام سلام سلام، امیدوارم توی حالتون عالی باشه. امروز یه لایو جنجالی داریم که این لایو به تو کمک میکنه تا بهترین تصمیم مالی زندگی تو بگیریم. امروز با شخصی توی لایو داریم صحبت میکنیم که یکی از بهترین مشاوران و تحلیلگران بازار سرمایه هستن که خیلی امشب میخوایم سوالای جنجالی ازشون بپرسیم و ازشون کمک بگیریم که ببینیم توی سال 1400 چه سناریوهایی قرار اتفاق بیفته و اینکه برای این مباحثی که پیشبینی قراره بکنیم چه مسیرهایی پیش رو داریم که از الان بدونیم. آقای دکتر پیمان حدادی که دادن که تشریف بیارن بالا که انشالله لایو شروع کنیم. لایو هم سیو میکنیم بچه ها. سلام آقای دکتر. سلام میلاد جان، شب شما و تمام همراهان گرامی بخیر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. هستم در خدمت. مرسی، قربان سلامت بشه. آقا بریم سراغ مبحث لایومون. حالا دوستانم یواش یواش بهمون اضافه میشن و حالا این لایو هم ما سعی میکنیم که سیوش بکنیم که دیگه حالا اون دوستانی هم که توی لایو نیستن هم بتونن از این صحبتایی که بینمون میشه نهایت بهره وری رو انجام بکنن و بتونن استفاده بکنن. خب پیمان جان ببین، ما الان موضوعی که داریم توی سه تا بخشه: تورم، بازار ارز و طلا و سکه. اول بریم سراغ تورم. بله. خب آقا یه پیشبینی به ما میدی که امسال قبل انتخابات، بعد انتخابات، خلاصه قراره چه اتفاقی بیفته و ما چه راهکارهایی رو باید در نظر داشته باشیم که بتونیم حالا بهترین راه رو انتخاب کنیم با توجه به حالا اون شرایطی که ممکنه پیش روی ما باشه. خدمت شما که عرض کنم، به هر حال یکی از مهمترین عواملی که توی تصمیم سرمایه گذاران در بازارهای مختلف، هم از این که ما پولمون رو توی بانک بذاریم یا بریم سهم بخریم یا ارز و سکه بخریم یا مثلا توی مسکن و خودرو بریم، یکی از مؤلفه‌ای که بسیار میبایستی پیش بینی کنیم بحث تورم هستش. تورم چیه؟ تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها میگن تورم، که قبلا توسط بانک مرکزی منتشر میشد، الان توسط مرکز آمار ایران به صورت ماهانه منتشر میشه. وقتی میگیم سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تقریباً 300 تا کالا و خدمات بررسی میشه به صورت ماهانه، چه در مناطق روستایی چه در مناطق شهری. البته این کالا و خدمات افزایششون وزن‌های مختلفی داره. مثلا در بحث مسکن اجاره بها حدوداً 30% وزن تورم رو تشکیل میده، بعد خوراک و پوشاک هستش، بعد حمل و نقل هستش. مثلا خیلی اصلا کالاهای لوکس وزن کمی رو تشکیل میده، به همین خاطر امکان داره که مثلا کالاهای لوکس بیشتر از 100% افزایش قیمت داشته باشن، ولی تأثیر این تو تورم قاعدتا در حد مثلا 5-6% هست. تورمی که منتشر میشه عمدتا به صورت ماهانه در سه قسمت منتشر میشه. یک تورم ماه هستش که به عنوان مثال تورم اسفند 99 حدود 1.7، یعنی چی؟ یعنی در اسفند ماه ما حدود تقریبا 2% کلیه کالا و خدمات تو سبد تورم مثلا 2% افزایش پیدا کرده، که میگن تورم ماهان. نسبت به چی 2% افزایش پیدا کرده؟ نسبت ماه قبلش یا نسبت به اسفند پارسال؟ نه نسبت ماه قبلش. اوکی. یعنی صرفا فقط یک تورمی که اسفند 99 نسبت به اسفند 98 باشه، یعنی یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبلش باشه، که تورم مهمی هم هستش، تورم نقطه به نقطه هستش.
نکته که بسیار مهمه، تقریبا طی 42 سال گذشته برای اولین بار تو کشور ما اتفاق افتاده که 6 ماه متوالی تورم نقطه به نقطه ما بالای 40% بوده. یعنی از مهر ماه سال 99 تا اسفند سال 99 تورم نقطه به نقطه هر ماه ما بالای 40% بوده، که نشون میده که به هر حال ما تو بالاترین سطح تورم بعد از انقلاب وجود داریم، که هم این افزایش سطح تورم به صورت پایدار و ماه به ماه هم متاسفانه هست. و تورم آخر هم که تورم سالانه هستش، که تورم 12 ماه منتهی به اون تاریخ رو محاسبه میکنن، که به عنوان مثال تورم سالانه کل سال 99، یعنی از ابتدای فروردین 99 تا انتهای اسفند 99، تورم چیزی دورش 36.5% بود. خب حالا تورم اصلا پایه و اساس تورم چیه و چی میشه که تورم افزایش پیدا میکنه؟ تورم ذاتاً یک رخداد پولی هستش. یعنی چی؟ یعنی به همون میزانی که پول منتشر میشه یا نقدینگی در جامعه زیاد میشه، احتمال داره که تورم هم افزایش پیدا کنه. تنها در یک حالت افزایش نقدینگی یا انتشار پول به زمان ساده میتونه منجر به تورم نشه، که شما رشد اقتصادی داشته باشی، یعنی اقتصاد کل کشورت به همون میزان رشد پیدا کنه. اگر نقدینگی شما امسال نسبت به سال گذشته 10% افزایش پیدا کنه اما رشد اقتصادی شما رشد پیدا نکنه، این 10% رشد نقدینگی منجر به 10% تورم میشه. پس عامل اصلی تورم شما باید در رشد نقدینگی ببینید. ما اگر میخوایم پیش بینی کنیم تورم ماهای آتی یا سال آتی رو، میبایستی از متغیرهای نقدینگی اطلاعات استخراج کنیم، گزارش هایی که بانک مرکزی به صورت فصلی در سایت خودش منتشر میکنه. نقدینگی، انتشار نقدینگی که منجر به تورم میشه، به زبان ساده همون پولی هستش که بدون پشتوانه منتشر میشه. خب پس بفهم. بله، خدمت شما که عرض کنم، چه عواملی باعث میشه که بانک مرکزی پول بیشتری انتشار بده یا نقدینگی در بازار ما بره بالا؟ ببینید، نقدینگی دو قسمت داره، پول و شبه پول. عمدتا به اون پولی که در دست ما هستش و در حساب‌های سپرده یا در حساب‌های جاری هستش، یعنی پول‌هایی که در بانک هم و سررسید کمتر از یک سال دارن، و اون پول و اسکناسی که در دست ما هستش رو به اینها میگن پول، و به اون میزانی که در حساب‌های بانکی با سررسید بیش از یک سال هستش رو میگن شبه پول. هرچی وزن پول از شبه پول بیشتر باشه یا بیشتر ما پول داشته باشیم نسبت به شبه پول، سرعت گردش پول بیشتر میشه، و این سرعت گردش پول یکی از عواملی هستش که منجر به تورم میشه. سه تا عامل بسیار مهم. جانم من فقط یه چیزی وسط لایو بگم، دوستان اگه سوالی دارن بپرسن، من یادداشت میکنم تا آخر لایو، حالا تو قبل از اینکه موضوعی بخواد بسته بشه، من از آقای دکتر میپرسم. آقای دکتر برو ادامه بس. سه تا عامل در رشد نقدینگی بسیار مهمه. این سه تا عامل، اولیش بدهی دولت به بانک مرکزی هست. هرچی بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر بشه، ما شاهد افزایش پایه پولی خواهیم. پایه پولی همون پول داغ یا پول تورمزا هستش. چرا؟ ببینید، هر پولی که خلق میشه به میزان چند برابر اعتبار توی جامعه به وجود میاره. یعنی اگر شما 100 واحد پولی از بانک اعتبار بگیرید، این 100 واحد پولی رو امکان داره به فرد الف بدید، فرد الف به فرد ب بده، یعنی 100 واحد مشخص امکان داره چند دست بچرخه، به اندازه مثلا 700 واحد نقدینگی ایجاد کنه و منجر به معامله بشه. به این میزانی که هر واحد پولی میتونه اعتبار خلق کنه، ضریب فزاینده پول میگن. خب
این ضریب فزاینده پول هم ضرب در پایه پولی بشه نقدینگی کل رو به وجود میاره که ما از نقدینگی کل میتونیم تورم رو پیش بینی کنیم. پایه پولی سه تا جزء داره، یکیشو عرض کردم، بدهی دولت به بانک مرکزی. پس هر چی بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر بشه ما تورم بیشتری خواهیم داشت. نکته دوم و عامل دوم بدهی بانک ها به بانک مرکزی هستش. وقتی بانک ها امکان داره که کسری بیارن و هزینه هاشون بیشتر از درآمد هاشون باشه، یعنی پولی که به سپرده گذارا میدن بابت سود نسبت به پولی که از کسایی که تسهیلات دادن میگیرن بابت بهره وام ها، اگر این میزان پرداخت سپرده ها بیشتر باشه بانک ها کسری میارن و این کسری رو میبایستی استقراض کنن از بانک مرکزی و بدهی بانک ها میره بالا. این دومین عاملی هستش که باعث افزایش پایه پولی میشه و سومیش هم بحث افزایش نرخ ارز یا دارایی های خارجی بانک مرکزی هستش که هر موقع از نظر ریالی افزایش پیدا کنه منجر به پایه پولی میشه. اما چه عاملی باعث میشه که بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد بشه که نتیجه آن خدمت شما که عرض کنم به تورم منتج بشه؟ خب مهمترین عاملی که توی کشور ما سالهای سال باعث اصلی تورم بوده کسری بودجه دولت هاست. با هر نگاه سیاسی و در هر دوره کسری بودجه دولت سرانجام باعث میشه که دولت منجر به استقراض از بانک مرکزی بشن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، و این و بانک مرکزی میبایستی پول چاپ کنه، پولی که پشتوانه ای نداره به دولت بره برای خدمت شما که اصلا انجام هزینه‌هاش. اگر این هزینه هایی که دولت میکنه، یعنی پولی که چاپ میشه به دولت پرداخت میشه، بابت هزینه های عمرانی یا به اصطلاح اعتبارات عمرانی باشه، مثلا ساخت کارخونه، جاده، زیر به هر حال سرمایه‌گذاری در زیربنا باشه، این منجر به تورم نخواهد شد. اما متاسفانه چون هزینه هایی که دولت انجام میده عمدتا هزینه های جاری هستش، یعنی حقوق اسباس پرداخت میکنه، صرف هزینه های جاریش میشه و سرمایه گذاری نمیشه، اینها خودش منجر به تورم میشه. خب پس ما اگر بخوایم تورم رو پیش بینی کنیم میبایستی نقدینگی رو پیش بینی کنیم. متوسط تورم طی 40 سال گذشته در کشور ما متوسط سالانه حدود 25% که میبینیم طی 2-3 سال گذشته ما از این متوسط 25% خیلی بالاتر هستیم، چرا که سال 99 37% بود و سال 98 35% و تورم نقطه نقطه هم که الان 6 ماه بالای 40% هستش. اما متوسط نقدینگی ما، رشد نقدینگی ما که سالانه 24.5% بود الان سالانه رشدش 37% رسیده، یعنی 37% نقدینگی ما رشد میکنه و به همین خاطر هستش که میبینید میزان رشد نقدینگی با میزان تورم سالانه تقریبا برابر هستش. وقتی ما 37% نقدینگی رشد میکنه 34.5% هم تورم داریم. پس با گزارش هایی که بانک مرکزی میده و ما رصد میکنیم روند افزایش نقدینگی رو، میتونیم تورم ماهای آینده رو پیش بینی کنیم. ما روزانه الان تقریبا 3000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور ما داره اضافه میشه و این عدد روز به روز داره بیشتر میشه. من پیش بینی میکنم که سال 1400 همچنان تورم زیاد و به هر حال بالا ما خواهیم داشت، تورمی که برای یک سال بالای 30% خواهد بود. حتی بعد از انتخابات هر جناح سیاسی هم که بیاد، با توجه اینکه مشکل ما، مشکل نقدینگی ما به صورت پایه‌ای هستش، همچنان ما تورم در سال 1400 خواهیم داشت. سوالی که حالا پیش میاد این هستش که اگر تحریم ها برداشته بشه آیا تورم ما اضافه میشه یا خیر؟ ببینید اتفاقا سوالی که دوستان همین بود که نوشته اگر مثلا تحریم ها برداشته، پولی که مثلا دقیقا اسم آورده، پولی که از کره ما بخوایم بگیریم باعث میشه که، خب آیا باعث نمیشه که کسری بودجه دولت جبران بشه و اینکه تورم بیاد پایین؟ میگم بعضیشون از سمت سوالایی هم داشتن. بله
ببینید ما گفتیم که نقدینگی که اضافه میشه به جامعه اگر هم راستا با اون رشد اقتصادی هم زیاد بشه، یعنی اقتصاد بزرگتر بشه، این نقدینگی نه تنها مضر نیست و تورم زا نیست، بلکه به هر حال بزرگ شدن اقتصاد هم کمک میکنه. اینکه اقتصاد ما بزرگ نمیشه حالا با نفت یا بدون نفت، یعنی رشد اقتصادی ما مثبت نیست و منفی هستش، مهمترین عاملش تحریم ها هستش. اگر تحریم ما نداشته باشیم یا تحریم ها کم بشه و شاهد رشد اقتصاد باشیم، به همون میزان که نقدینگی داره میره بالا، رشد اقتصادی هم بره بالا، نقدینگی منجر به تورم نخواهد شد. پس تأثیر تحریم ها در تورم به این شکل هستش که با افزایش رشد اقتصادی و گسترش فضای کسب و کار، پولی که چاپ میشه به سمت کسب و کار مولد میره و تورم نخواهد شد. اما در رابطه با سوالی که گفتن، ببینید پولهایی که الان کشور ما نزد بانکهای مرکزی و کشورهای دیگه داره، مثل کره، هند، عراق، این پولها پولهای دولت نیست، پولهای بانک مرکزیه. چرا؟ اینکه قبلا دولت ریال این ارزها رو گرفته. یعنی اگر به عنوان مثال 7 میلیارد دلار ما از کره طلب داریم، به میزان ریالی این 7 میلیارد دلار رو دولت از بانک مرکزی گرفته و خرج کرده و اون پولی که دلاری که قرار بگیریم حالا از عراق یا کشورهای دیگه، اون متعلق با مستقیم برای بانک مرکزی هستش و دولت هیچ دخل و تصرفی توش نمیتونه بکنه. اما گرفتن این ارزها به این علت که پولهایی که بانک مرکزی تا الان داده به دولت ولی به منابع ارزش دسترسی پیدا نکرده، یا به نوعی این ریالهایی که چاپ کرده بدون پشتوانه بوده، اما وقتی ارزش برگرده و به حال یه پشتوانه داشته باشه، باعث میشه که تورم و قیمت ارز بیشتر رشد نکنه، نه اینکه حتما بریزه. چون حالا تو قسمت قیمت بحث، وقتی وارد بحث موضوع قیمت ارز بشیم، عواملی که تأثیر میزان قیمت ارز با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. در نتیجه برای تورم در سال 1400 ما همچنان تورم خواهیم داشت، تورمی بالای 30% که به خصوص با بودجه سال 1400 که دولت و مجلس با هم دیگه رسیدن، بودجه که هزینه هاش متعهد هستش که دولت پرداخت کنه به صورت نقدی ولی درآمدهاش به هر حال احتمالی هستش، امکان داره درآمد نفت ما داشته باشیم یا نداشته باشیم، درآمد مالیاتی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اما هزینه ها رو حتما باید پرداخت کنه. ما امسال هم سال 1400 هم تورم خواهیم داشت، حتی اگر به توافق برسیم، حتی اگر تو انتخابات ریاست جمهوری چه جناح حالا سودگرا چه جناح اصلاح طلب پیروز بشن، ما تورم در سال 1400 خواهیم داشت، تورم سالانه بالای 30% خواهد بود. نکته ای که خیلی خیلی مهمه تو تورم، بحث تورم انتظاری هستش، چون خیلی مواقع انتظارات هستن که از باعث میشن که تصمیم گیرها یا حالا فعالین اقتصادی بر اساس انتظار خودش برن یک تصمیم بگیرن. من تورم تو سال 1400 به خصوص برای دهک های پایین جامعه خیلی بیشتر از دهک های بالای جامعه میدونم. تورم سال 1400 قطعا برای مناطق روستایی خیلی بیشتر از مناطق شهری خواهد بود. چرا؟ اینکه سبد تورم مناطق روستایی یا دهک‌های پایین جامعه عمدتا بحث خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و کالاهای اساسی هستش، ولی دهک‌های بالاتر یا مثلا تورم شهری امکان داره که کالاهای لوکس هم توش وجود داشته باشه. حالا از تورم و یواش یواش انتقال پیدا میکنیم و میبینیم در رابطه با بحث قیمت ارز. پیمان جان فقط من دارم. یه چیز یکی دو تا دیگه سوال کوچولو فقط در یه خطی که جواب بدیم که دیگه تورم رو اگر میخوایم ببندیم اینجا. ببین دوست عزیزم پرسیدای سلیمانی پرسیده که در مورد سرمایه‌گذاری طلا و سکه که اون رو تو ادامه لایو صحبت میکنیم و نوشتن که آیا رفتار انتظارات مردم روی تورم تاثیر داره و اگه پول به بانک مرکزی به مقدار زیاد تزریق بشه تورم بالا خواهد رفت، منظورم همون پولای بلوکه شده از کره هستش. اینم در حد یه خط بگیم که تورم رو ببندیم بریم سراغ، یعنی یه جنبندی تورم هم که کردیم بریم سراغ بحث ارز. ببینید
ببینید بله، تورم انتظار مردم قطعا رو تورم تاثیر داره، چون عرض کردم خدمتتون ما یه موضوع داریم برای تورم انتظاری. اما این تورم انتظاری ما چجوری میتونیم پیش بینی کنیم که ببینیم که انتظار مردم از تورم چقدره و آیا به هر حال مردم پیش بینی میکنن که تورم خیلی رشد خواهد کرد؟ من دو تا عبارت گفتم خدمتتون، یکی پول، یکی شبه پول. گفتم پول اون چیزی هستش که در حساب‌های بانکی ما، حساب‌های جاری ما، حساب‌های بانکی زیر یک ساله مثل قرض الحسنه کوتاه مدت هستش، و پول هم توی حساب‌های سرمایه گذاری بیش از یک سال. این روند اینها رو به صورت ماهانه بانک مرکزی منتشر می‌کنه. هرچی وزن پول توی نقدینگی بیشتر بشه، یعنی مردم پولاشون رو از بانک بیشتر داره میارن بیرون، و وقتی پولها رو از تو بانک میارن بیرون، یعنی اون چیزی که تو بانک هستش بهشون سپرده، اون سودی که بانک بهشون میده برای مردم راضی کننده نیست، کمتر از تورمه، و به دنبال یک بازاری میگردن که اون پول رو ببرن اونجا بتونن بازدهی بیشتری کسب کنن. این خودش نشون میده که مردم تورم زیاد میبینن تو ماهای آینده، از همین الان به دنبال یک بازاری هستن. مثلا سال گذشته این موقع خیلی از پولها، شبه پولها به پول تبدیل شد، و دیدیم که همون پولها اومد توی بازار سرمایه، بعد رفت توی خودرو، بعد رفت توی مسکن، بعد رفت توی دلار، دلارشون 32,000 تومان، بعد یواش یواش داره برمیگرده دوباره توی بانک. پس برای اینکه ما بفهمیم که انتظارات مردم چقدر هستش، این روند پول و شبه پول رو بررسی کنیم، هرچی وزن پول بره بالاتر نشون میده که مردم تورم بیشتری رو انتظار دارن. در رابطه با بحث اون ارزها من عرض کردم که بله، پولهایی که بانک مرکزی به دولت میده عمدتا به خاطر منابعی هستش که برای دولت هست و در دسترس نیستش، چون تا زمانی این منابع از ارزی در دسترس نباشه، هر ریالی که چاپ میشه خدمت شما که عرض کنم منجر به تورم میشه. مثل این میمونه که شما بگید مثلا من نفت فروختم ولی کلش رو طلب دارم، یعنی صد مثلا 100 واحد سود کردم، این 100 واحد من طلب دارم. تا زمانی که شما بگید طلب داری دسترسی نداشته باشی، اون سود شما هیچ کیفیتی نداره، اون سود شما هیچ کیفیتی نداره. این در رابطه با منابع ارزی هم به همین شکل هستش. باز حالا در رابطه با تورم اگر موضوعی هست من اصلا پیمان، فقط من یه جمله بگم. ببین این خلاصه ای از بحث تورم، این که تو سال طبق پیشبینی هایی که میشه هر جناحی که بیاد بالا و ریاست جمهوری بیاد رئیس جمهور بشه، ما حداقل 30% تورم رو داریم، و این که این تورم هم به خاطر حالا اون حجم نقدینگی و کسری دولتی که بود، دولتی که هست که از قبل بوده و ادامه دار خواهد بود. فقط یه نکته گفتیم، مردم اگه بخوان خودشون تورم رو بررسی بکنن، یعنی مثلا من بدونم که این ماه که الان فروردین تموم شد، تو اردیبهشت و خرداد چقدر تورم داری، پایان هر ماه بانک مرکزی یه گزارشی اعلام میکنه که میزان حجم نقدینگی دست مردم مشخصه، که اون حجم نقدینگی اگر ماه به ما اضافه بشه باعث میشه که تو ماهای بعدی، نشون دهنده اینه که تورم تو ماهای بعدی بالاتره. درسته؟ بله. فقط تو بحث نقدینگی دو تا قسمت خیلی مهم بود، یکی بحث پایه پولی بود، چون اون چیزی که تو نقدینگی باعث تورم میشه همون پول تورمزا یا پول داغ یا پایه پولی هستش، که مهمه که این پایه پولی به چه میزان رشد کنه. سه تا مؤلفه رو باید بررسی کنیم، یکی میزان رشد پایه پولی، یعنی چند درصد پایه پولی داره اضافه میشه. دو، میزان رشد نقدینگی، چند درصد نقدینگی داره اضافه میشه. سه، ترکیب پول و شبه پول، چون جمع پول و شبه پول میشه نقدینگی. باید ببینیم از این نقدینگی ما چند درصدش به عنوان به صورت پوله، چند درصد به صورت شبه پوله. هر چی میزان پول بیشتر باشه تورم احتمال داره که مردم انتظار دارن تورم بیشتر بشه. اوکی.